به نام خدا و با عرض سلام مجدد با بخش سوم از فصل دوم آموزش ریخته‌گری و انجماد در خدمت شما هستم و امیدوارم تا اینجا از مطالبی که گفته شده استفاده کرده باشید. توی این قسمت به بحث انجماد فلزات می‌پردازم. باید بدونیم که بررسی فلزات و آلیاژها بدون اینکه ما ساختمان و مشخصات اونها رو توی حالت‌های مایع و جامد بدونیم امکان پذیر نیستش. در واقع ساختار و ساختمان فلزات باعث یک سری خواص مشخص برای اونها میشه. اگر که ما این ساختار و ساختمان و چیدمان اتمی توی اونها رو بدونیم و با اون آشنا باشیم، میتونیم اون رو به نحوی تغییر بدیم که خواص مورد انتظار ما رو برای ما به ارمغان بیاره. و بحثی که وجود داره، اون ساختار و نظم مشخص اتم‌ها حین انجماد شکل میگیره. بنابراین ما باید بحث انجماد فلزات رو به طور مفصل‌تری مورد بررسی قرار بدیم. برای درک طبیعت و ساختمان فلزات لازمه که اول سه حالت ماده رو مورد بررسی قرار بدیم. سه حالتی که ماده میتونن داشته باشن همونطور که قبلا هم گفتیم جامد، مایع و بخار هستش. ساده‌ترین مثال توی این زمینه بررسی و بحث در مورد H2O هستش که توی درجه حرارت‌های زیر صفر به صورت جامد یا یخ است، توی درجه حرارت‌های بین 0 و 100 درجه سانتیگراد به صورت مایع یا آب و توی درجه حرارت‌های بالاتر از 100 درجه سانتیگراد به صورت بخار آب هستش. یخ دارای یک شکل و حجم مشخصیه و استحکام اون هم محدوده. اگر که آب با اون توی تماس قرار بگیره، بحث انتقال حرارت صورت میگیره و با توجه به پارامترهایی که داریم میتونیم آب یا یخ داشته باشیم و در نهایت به یک درجه حرارت مشخص و در واقع تعادلی میرسیم. اما آب با این که داره یک حجم معینیه ولی شکل مشخصی نداره، یعنی شکل ظرف رو به خودش میگیره. استحکام اون یعنی استحکام آب از یخ خیلی کمتره و در مورد بخار باید بگیم که نه شکل مشخصی داره و نه حجم معینی داره. این سه تا حالت رو میتونیم به همه جسم‌های دیگه هم تعمیم بدیم. البته یه سری استثناها وجود داره که توی این قسمت در مورد اونها صحبت نمی‌کنم. به طور کلی جسم‌ها به سه صورت جامد، مایع و گاز وجود دارن. موادی که دارای شکل و حجم مشخص باشن به اونها میگیم جامد، اونهایی که دارای حجم مشخصی هن ولی شکلشون نامعینه به اونها میگیم مایع و موادی که نه شکل و نه حجم مشخص و معینی دارن به اونها میگن گاز. بنابراین در اینجا یک تعریف مشخص و جدیدی رو از مایع، جامد و بخار و یا گاز اینجا گفتیم. گازها دارای ساختمان نامنظمی هستن به این معنی که اتمها توی اونها جای مشخصی نسبت به همدیگه ندارن و دائما در حال حرکتن. نیروی جاذبه بین اتم‌های گاز خیلی کمه. گازها رو به آسونی میتونیم تحت فشار قرار بدیم و شکل اونها رو به صورت ظرف خودشون در بیاریم. توی مایعات فاصله بین اتم‌ها از گازها به مراتب کمتره و به همین خاطر مایعات اغلب تراکم ناپذیرن. نیروی بین اتم‌ها توی مایع نسبت به گازها زیادتره و مولکول‌ها با حفظ فاصله خودشون حرکت میکنن و شکل ظرف رو به خودشون میگیرن. توی جامدا مثل مایع فاصله بین اتم‌ها کمه ولی نیروی بین اتم‌ها توی حالت جامد خیلی بیشتره. در هر صورت اتم‌ها نسبت به همدیگه توی فواصل مشخص و معینی قرار میگیرن. به طور کلی شکلی از ماده که توی اون اتم‌ها با فاصله‌های زیاد نسبت به همدیگه قرار گرفتن و نیروی خیلی کمی بین اونها قرار داره بهش میگن گاز، که شکل و حجم اونها رو با آسونی میتونیم تغییر بدیم. مایع ها شکلی از ماده هستن که نیروی بین اتم های اونها نسبتاً کمه ولی فاصله اونها از یکدیگه خیلی زیاد نیست. مایع ها تراکم ناپذیرن و حجم اونها به آسونی تغییر نمیکنه ولی به راحتی شکل ضعف رو به خودشون میگیرند. شکلی از ماده که توی اون فاصله بین اتم ها کمه و یک نیروی جاذبه قوی بین اونها وجود داره بهش میگن جامد. جامدها تراکم ناپذیرن و شکل و حجم اونها رو نمیتونیم به آسونی تغییر بدیم. برای درک بهتر این مطالب میایم به سه حالت یخ، آب و بخار آب مراجعه میکنیم. ما میدونیم که با تغییر یک سری عوامل و پارامترها مثل درجه حرارت و فشار میتونیم امکان تغییر
از یک حالت به حالت دیگه و در واقع تغییر حرکت و جنبش اتم‌ها و مولکول‌ها رو به وجود بیاریم. مثلا با زیاد کردن فشار و کم کردن درجه حرارت میتونیم یک گاز رو به مایع تبدیل کنیم. از بین این دوتا عاملی که گفتیم، یعنی درجه حرارت و فشار، درجه حرارت اهمیت بیشتری داره، چون که تغییر دادن اون و کنترل اون نسبت به فشار آسون تره. برای تبدیل کردن مایع به جامد میتونیم درجه حرارت اون رو کم کنیم. در صورتی که تبدیل مایع به جامد با زیاد کردن فشار یک سری مشکلات مشخصی رو به همراه داره. همونطور که قبلا هم گفتیم، اتم ها توی حالت جامد نسبت به همدیگه موقعیت مشخص و معینی دارن. به این نحوه توزیع اتم ها توی حالت جامد میگن شبکه کریستالی. خیلی از مواد غیر فلزی توی حالت جامد نظم و ترتیب مشخصی ندارن که به این مواد میگن آمورف و یا مواد بیشکل. ما اگر بیایم ساختمان اتمی ماده رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم، میتونیم تشخیص بدیم که اون آمورف هستش و یا کریستالی. اتم ها توی ساختمان کریستالی هم داره یک سری حرکات شدید هستن، اما این حرکت ها به صورت ارتعاشی و هولهوش یک نقطه معین و ثابت انجام میشه. با اون که اتم های فلز داره حرکت ارتعاشی توی محل خودشون هستن، با این وجود قادرن که از یک فلز به فلز دیگه منتقل بشن. به این نوع انتقال و حرکت از یک فلز به فلز دیگه دیفیوژن و یا نفوذ که در برخی از اصطلاحات هم به اون میگن دیفوزیون، که این بحث نفوذ بحث بسیار مهمی هست و خودش یک واحد درسی رو توی آموزش عالی به خودش اختصاص داده. اما در رابطه با بحث نفوذ و نحوه کشف اون، سالهای خیلی قبل اومدن توی یک آزمایشی دو تا قطعه فلزی سرب و طلا رو پس از اینکه سطح اونها رو تمیز کردن با استفاده از یک گیره به همدیگه متصل کردن و بعد از گذشت 4 سال اون دو تا قطعه رو از هم جدا کردن و محل اتصال اونها رو مورد بررسی و آنالیز شیمیایی قرار دادن و نشون دادن که طلا به اندازه حدود 8 میلیمتر به درون سرب پیشروی کرده. در واقع این حرکت و پیشروی اتم‌های طلا توی سرب با استفاده از بحث دیفیوژن صورت گرفته. تمام فلزات تک اتمی هن، به این معنی که شبکه کریستالی اونها از اتم‌های انفرادی تشکیل شده. به عبارت دیگه فلزات از گرد همای مولکول‌ها تشکیل نمیشن. اتم‌های جامد توی فضا میتونن توی هر سه جهت انتقال پیدا کنن و منجر به پیدایش یه ساختمان سه‌بعدی بشن. این ساختمان متقارن هستش و به اون میگن شبکه فضایی. شبکه فلزات توی حالت جامد به 3 نوع مختلف تقسیم میشه که اونها عبارتند از BCC، FCC و HCP که این 3 تا شبکه توی بحث کریستالوگرافی مورد بررسی کامل قرار میگیره و آموزش کریستالوگرافی هم توسط فرادرس منتشر شده و برای آشنایی بیشتر با اونها توصیه میشه که اون رو هم مطالعه کنید. اما توی این قسمت ما میایم یک سری جزئیات رو در رابطه با این 3 تا شبکه کریستالی خدمت شما عرض می‌کنیم. نوع اول این شبکه کریستالی، شبکه کریستالی BCC هستش که به اسم سیستم مکعبی اتم در مرکز و یا بادی سنتر کیوبیک معروف است. توی این شبکه ساختار و نحوه چیدمان اتم‌ها به این ترتیب هستش که 4 تا اتم توی مقطع بالایی و 4 تا اتم هم توی مقطع پایینی قرار گرفتن و در مرکز این مکعب هم یک اتم واقع شده و ما باید دقت کنیم که اتم ها به این ابعاد و اندازه هایی که توی این مکعب شکل سمت چپ هستش واقع ندارن توی یک فلز، بلکه اندازه اتم ها بزرگتر هستش و نحوه چیدمان اونها به نحویه که مثل این شکل اتم ها روی همدیگه مماس هستن. طریقه دومی که اتم ها میتونن توی یک شبکه فلزی قرار بگیرن حالتیه که 8 اتم گوشه های مکعب رو اشغال میکنن به این ترتیب و 6 اتم هم به ترتیب میان مرکز سطوح رو در بر میگیرن. همونطور که میبینید توی هر سطحی و در مرکز اون یک اتم واقع شده. به این ترتیب نحوه قرار گرفتن اتم ها سیستم مکعبی با اتم در مرکز سطوح و یا FCC و یا فیس سنتر کیوبیک رو ایجاد میکنه و همونطور که میدونید اینجا هم اتم ها به صورت کاملا مماس بر هم قرار گرفتن. نکته ای که وجود داره ساختار FCC متراکم ترین حالت قرارگیری اتم ها
توی ساختمان و شبکه کریستالی هست. اما علاوه بر اون، سومین نوع شبکه سیستم بلوری شش وجهی متراکم و یا HCP هست، کلوز پک هگزاگونال. آرایش اتم‌ها توی این سیستم به نحویه که سلول واحدی به شکل هشت وجهی منتظم رو ایجاد می‌کنه. همونطور که توی این شکل می‌بینید، 6 تا اتم توی 6 رأس هر یک از سطوح بالایی و پایینی قرار می‌گیرن و یک اتم در مرکز مقطع پایینی و یک اتم هم در مرکز مقطع بالایی قرار می‌گیره. علاوه بر اینها 3 تا اتم هم به صورت مشخص و با زاویه‌های یکسان نسبت به هم دیگه توی مرکز این سلول واحد قرار می‌گیرن و حالت مشخص و شماتیک اونها نوعی که اتم‌ها توی اندازه خودشون هستن و بر هم دیگه مماس هستن به این ترتیب هستش. حالت HCP هم مثل حالت FCC یک حالت متراکم هست و در واقع میزان تراکم اونها با همدیگه برابره. بنابراین حالت‌های FCC و HCP متراکم‌ترین حالت‌ها توی نحوه قرارگیری اتم‌ها در فلزات هستند. اما این سه تا ساختار کریستالی که گفتیم، یعنی BCC، FCC و HCP، به طور خلاصه توی این تصویر نشون داده شده. همونطور که می‌بینید تراکم دو حالت FCC و HCP برابر هستش و اینها نسبت به BCC تراکم بیشتری دارند. در حقیقت شبکه‌های کریستالی فلزات 14 تا هستند که به اونها میگن شبکه‌های 14گانی براوه. ولی به خاطر اینکه اکثر فلزات توی یکی از شبکه‌های سه‌گانی BCC، FCC و یا HCP هستن، از اینکه بقیه اونها رو توضیح بدن خودداری می‌کنن. توی جدولی که توی این قسمت می‌بینید، فلزاتی که توی انجماد با شبکه‌های کریستالی FCC، BCC و یا HCP متبلور میشن نشون داده شده. برای مثال آلومینیوم، مس، آهن حالت گاما، پلاتین، سرب، طلا، نیکل، نقره و پالادیوم ساختمان کریستالی FCC دارن. آهن آلفا، تنگستن، سدیم، کروم، لیتیوم، مولیبدن، نوبیوم و وانادیوم ساختار کریستالی BCC و بریلیوم، تیتانیوم، روی، زیرکونیوم، کادمیوم، کوبالت و منیزیوم ساختار کریستالی HCP دارن. حالا میایم رفتار فلزات خالص در هنگام انجماد رو ابتدا مورد بررسی قرار میدیم. همونطور که آب توی 0 درجه سانتیگراد یخ میشه، فلزات مذاب هم توی 1 درجه حرارت معینی منجمد میشن. هرچی که حرارت با سهولت بیشتری از دیوارهای قالبی که مذاب توی اون هست خارج بشه، سرعت سرد شدن مذاب هم بیشتر میشه. و همچنین هرچی که سطح تماس مذاب با هوا بیشتر بشه، باز هم سرعت سرد شدن بیشتر میشه. دیوارهای قالب و هوایی که مذاب با اون در تماس هستش توی بیشتر موارد از فلز مذاب سردتره و در نتیجه حرارت مذاب میتونه به این نقاط منتقل بشه. به همین خاطر نقاطی از مذاب که توی تماس با دیوارهای قالبن و همچنین نقاط سطحی مذاب که با هوا مجاور هستن سریعتر از نقاط دیگه منجمد میشن. همونطور که فلز مذاب داره سرد میشه، نیروی بین اتم‌های تشکیل دهنده فلز هم کم میشه و در نتیجه اتم‌ها به همدیگه نزدیک میشن و حرکات ارتعاشی اونها کاسته میشه. در ادامه بحث سرد شدن مذاب، اولین کریستال‌های جامد در درون مذاب تشکیل میشن. این گونه کریستال‌های جامد که به صورت اولیه تشکیل میشن، به خاطر اینکه داخل مذاب هستن میتونن به راحتی در تمام جهت‌ها رشد کنن. اگر سطح پولی شده فلز جامدی رو زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار میدیم، دونه‌های بسیاری دیده میشه که دارای شکل‌های مشخص و معینی هستند. این دونه‌ها در حین انجماد توی نقاط مختلف مذاب تشکیل شدن و رشد کردند و انقدر بزرگ شدن تا به همدیگه رسیدن و توی این نقاط رشد اونها متوقف شده. در واقع محلی که دونه‌ها به همدیگه برخورد می‌کنن رو به اونها میگن مرز دونه. خواص مکانیکی فلزات تا حد خیلی زیادی به اندازه دونه، مقدار و ماهیت مرز دونه‌ها بستگی داره. فلزات آلیاژهایی که توی دمای محیط استفاده میشن، مثل اکثر قطعات اتومبیل، تراکتور و غیره، بهترین مشخصات مکانیکی رو وقتی دارن که ساختمان میکروسکوپی اونها از دونه‌های ریز تشکیل شده باشه. به طور عکس، قطعهایی که توی دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرن، مثل درب و قطعات مختلف کوره، پره توربین‌های حرارتی
و قطعه‌های مصرفی که توی دماهای بالا مورد استفاده قرار می‌گیره بهتره که دونه‌های اونها درشت باشه. در واقع توی دمای بالا بحث خزش مطرح میشه و پارامتری که توی خزش مورد بررسی قرار می‌گیره و برای اینکه خواص خزشی خوبی داشته باشیم بهتره که اندازه دونه‌های اونها بیشتر باشه. توی تصویری که می‌بینید نمای رشد دندریتی توی یک مذاب اومده نمایش داده شده. تو مرحله اول در درون مذاب تعداد زیادی اتم کنار هم قرار می‌گیرن و یک سری نطفه‌ها ایجاد می‌کنن. نطفه‌ها به هم می‌پیوندن و یک سری جوانه‌ها توی مذاب ایجاد میشه. توی مرحله دوم میاد این جوانه یک سری شاخه‌ها می‌زنه. ابتدا یک سری شاخه‌های اولیه یا اصلی در اطراف این جوانه رشد پیدا می‌کنه. پس از اون و در مرحله سوم در کنار شاخه‌های اولیه شاخه‌های ثانویه مشاهده میشه و توی مرحله چهارم شاخه‌های سومی یا ثالثیه و به همین ترتیب که رشد ادامه پیدا می‌کنه ما یک سری دندریت‌ها رو به این ترتیب داریم که یک شاخه اصلی و یک سری شاخه‌های ثانویه و روی اونها شاخه‌های ثالثیه داریم. این دندریت‌ها میان به هم برخورد می‌کنن و هر کدوم از اونها که از جوانه ناشی شدن در واقع حصه مرکزی یک دونه فلزی رو تشکیل میدن. طبیعیه که هر چقدر که جوانه های ما بیشتر باشه تعداد دونه های ما در نهایت بیشتره، یعنی ما یک فلز دانه ریزتری رو داریم. و همونطور که به خاطر دارید در بخش قبلی در مورد عملیات کیفی مذاب صحبت کردیم و اونجا بحث جوانه زایی مطرح شد. بنابراین هر چقدر که ما جوانه زای بیشتری اضافه کنیم که البته یک حد بهینه داره، ما میتونیم تعداد جوانه‌های بیشتری داشته باشیم و در نهایت یک ساختار دانه ریزتری رو به اون برسیم. با استفاده از منحنی‌های سرد شدن مذاب میتونیم نحوه انجماد فلز رو مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که توی این تصویر سمت چپ مشاهده می‌کنید، انجماد فلز رو به صورت تابعی از زمان و درجه حرارت نشون داده. توی این تصاویر که در واقع نمودارهای سرد شدن مذاب که اینها نشونگر تغییرات فیزیکی مذاب در حین انجماد هستن نشون داده شده، برای این تصویر الف و در واقع نمودار سرد شدن فلز خالص هست، تصویر ب نمودار سرد شدن آلیاژی که عناصری که اون رو تشکیل میدن در همدیگه حل شدن نشون داده شده، و تصویر جیم نمودار سرد شدن آلیاژی که عناصری که توی اون هستن توی همدیگه حل نشدن. وقتی که فلز خالص از حالت مایع به جامد تبدیل میشه، تغییرات فیزیکی توی چنین فلزی توی درجه حرارت ثابتی صورت میگیره. همونطور که توی این تصویر میبینید، انجماد از نقطه A شروع شده و تا وقتی که تمام مذاب به جامد تبدیل نشده، درجه حرارت تغییر نمیکنه. پس از اون تمام مذاب، یعنی تمام حالت مایع فلز ما توی نقطه B به جامد تبدیل میشه. و هر چقدر که زمان میگذره درجه حرارت فلز ما هم کمتر میشه. توی آلیاژی که عناصر تشکیل دهنده اون توی همدیگه محلول هستن، یعنی تصویر ب، انجماد از نقطه A شروع میشه و توی نقطه B تموم میشه. در هر صورت انجماد توی چنین آلیاژی توی درجه حرارت ثابتی مثل تصویر الف انجام نمیشه، بلکه توی مراحل انجماد با گذشت زمان درجه حرارت هم کم میشه و توی یک محدوده دمایی به اسم دامنه انجماد ما تبدیل مایع به جامد رو داریم. اما تصویر جیم که منحنی سرد شدن آلیاژی رو نشون میده که عناصر اون توی همدیگه غیر محلولن. همونطور که میبینید ابتدا حالت مایع رو داریم و توی درجه حرارتی که با نقطه A نشون داده شده اولین جوانه های جامد تشکیل میشن و توی محدوده مشخصی از A تا B ما حالت مایع و جامد رو توامان کنار هم داریم و توی این قسمت ما تبدیل مایع به جامد رو داریم. اما از نقطه B تا نقطه C با گذشت زمان درجه حرارت تغییری نمی کنه و در واقع داره کسر حجمی جامدهای ما بیشتر میشه و در نهایت از نقطه C تا انتها درجه حرارت کل این جامد ما کاهش پیدا می کنه. فلزات خالص دارای مشخصات ویژه‌ای در مقایسه با آلیاژها هستند، مثل قابلیت حرارتی و الکتریکی بالاتر، نقطه ذوب بالا، قابلیت انعطاف بیشتر، تنش تسلیم و تنش نهایی کمتر و در برخی از حالت‌ها هم مقاومت در برابر خوردگی بهتری دارند. بنابراین
نکته‌ای که اینجا هست، باید بدونیم که فلز خالص توی یک درجه حرارت مشخصی منجمد میشه، اما آلیاژها در یک دامنه انجمادی منجمد میشن. نقطه ذوب و درجه حرارت انجماد فلزات خالص معمولاً یکی هستش. توی شکلی که در این قسمت مشاهده میکنید، در تصویر الف نمودار سرد شدن مذاب یک فلز خالص رو نشون میده. مذاب در جریان سرد شدن حرارت خودش رو با سرعت تقریبا ثابتی به قالب منتقل میکنه تا به درجه حرارت نقطه A برسه. به محض اینکه به نقطه A رسید، تا انجماد کامل مذاب یعنی تبدیل مایع به جامد، درجه حرارت ثابت میمونه. زمان مشخص شده توی فاصله A تا B نشون دهنده مراحل تشکیل جوانه ها، دندریت ها و در نتیجه جامد شدن کامل مذاب هستش. منحنی نشون داده شده بعد از نقطه B نشون دهنده سرد شدن قطعه توی حالت جامد هست. در واقع این تصویر الف اومده نمودار سرد شدن مذاب فلزی خالص رو در حالتی که سرد شدن مذاب به صورت تعادلی انجام میشه نشون میده. اما نمودار ب سرد شدن مذاب فلزی خالص رو در حالتی که سرد شدن مذاب تحت شرایط مادون انجماد هست، یعنی حالت غیر تعادلی، برای ما نشون داده. اما از اونجایی که سرد شدن مذاب معمولاً به صورت الف نیست و به صورت ب هست، یعنی با سرعت زیادی انجام میشه، پیدایش جامدهای اولیه توی مذاب توی نقطه ذوب یا درجه حرارت انجماد ترمودینامیکی یعنی نقطه A انجام نمیشه، بلکه یک ذره به تأخیر میفته و به عبارت بهتر جوانه‌ها در زیر درجه حرارت انجماد تشکیل میشن. این تفاوت درجه حرارت مادون انجماد اسم داره و با علامت T اون رو نشون میدن. توی نقطه T1 کریسال های جامد به طور ناگهانی جوانه میزنن و توی مذاب با سرعت زیادی افزایش پیدا میکنن. همراه با جوانه زنی جامدهای اولیه، گرمای نهان انجماد این جوانه ها آزاد میشن و باعث میشه که توی درجه حرارت یک افزایشی ما ببینیم و معمولاً به صورت درجه حرارت انجماد فلز نشون داده میشه. جوانه زنی آلیاژها هم مثل تصویر به تحت مادون انجماد انجام میشه و مشخصات فیزیکی و مکانیکی قطعه های ریختگری بستگی خیلی زیادی به میزان مادون انجماد داره. بعد از اینکه مشخصات و رفتار فلز خالص رو در هنگام انجماد دیدیم و اون رو مورد بررسی قرار دادیم، حالا میایم مشخصات آلیاژها و رفتار اونها رو به هنگام انجماد مورد بررسی قرار میدیم. با وجود اینکه خود فلزات خالص موارد مصرف زیادی توی صنعت دارن، اما با این وجود برای اینکه ما مشخصات اون رو بهبود ببخشیم و همچنین تغییرات مناسبی رو توی اونها ایجاد کنیم، میان عناصر آلیاژی رو به فلز خالص اضافه میکنن. فلزی که آلیاژ شده یا به طور کلی آلیاژها معمولاً از فلزات خالص مستحکم ترن. برای مثال میان یک سری عناصر آلیاژی رو به آهن اضافه میکنن و عملیات حرارتی رو روی اون انجام میدن و با این کار میتونن استحکام آهن رو تا 6 برابر زیاد کنن. همچنین افزودن عناصر آلیاژی به فلز خالص برای اصلاح و بهبود استحکام فلز توی درجه حرارت‌های بالا و یا بهبود قابلیت ماشینکاری، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، رنگ و یک سری دیگه از مشخصات فیزیکی و شیمیایی میتونه صورت بگیره. توی مواردی هم هست که افزودن عناصر آلیاژی، مواردی هم هست که افزودن عناصر آلیاژی به فلز خالص فقط برای اصلاح مشخصات ریختگری اونه. این عمل معمولاً باعث کاهش نقطه ذوب فلز و تغییر توی رفتار انجمادی اون میشه. همونطور که گفته شد، عناصر آلیاژی معمولاً نقطه ذوب فلز خالص رو کم میکنن. به علاوه این، عناصر فاصله حرارتی رو که فلز تحت اون ذوب و یا انجماد و یا منجمد میشه زیاد میکنن. فلزات خالص در واقع توی یک درجه حرارت معین ذوب و یا منجمد میشن، اما آلیاژها به واسطه ی افزودن عناصر آلیاژی به فلز خالص توی یک فاصله حرارتی مشخصی و یا گستری مشخصی ذوب و یا منجمد میشن که به اون میگن دامنه انجماد. برای هر آلیاژ معینی درجه حرارتی وجود داره که به اون میگن درجه حرارت لیکویدوس و بالای اون آلیاژ به صورت مایع هستش فقط.
همچنین یک درجه حرارت معین دیگه‌ای به اسم درجه حرارت سالیدوس وجود داره که زیر اون آلیاژ به صورت جامد باقی میمونه. توی درجه حرارت‌های بین درجه حرارت لیکویدوس و سالیدوس آلیاژ به صورت خمیری و یا به نوعی مخلوطی از مایع و جامده. فاصله بین درجه حرارت لیکویدوس و سالیدوس رو بهش میگن دامنه انجماد. ما دیاگرام های فازی رو توی بحث خواص فیزیکی مواد و متالورژی مورد بررسی قرار میدیم. اینجا اومده دیاگرام فازی دوتایی سیستم آلومینیوم منیزیم رو برای ما نشون داده. اگه به آلیاژی که با خط قرمز نشون داده شده، یعنی آلیاژ با حدود 15% وزنی منیزیم رو در نظر بگیریم، همونطور که میبینید توی این قسمت ما فقط مایع داریم با حرف L یعنی لیکوید نشون داده شده و بالاتر از این درجه حرارت برای این آلیاژ ما فقط مایع داریم و مذاب. توی این نقطه که ما یک خط مشخصی رو داریم و داریم جوانه های جامد رو اینجا میبینیم، به این خط مشخص میگن لیکویدوس. در واقع طبق تعریفی که گفتیم بالای این خط فقط ما مایع داریم. برای کل سیستم آلیاژی خطی که در این قسمت مشاهده میشه به عنوان خط لیکویدوس شناخته شده است. برای این آلیاژ مشخص وقتی که توی این دما رسیدیم اولین جوانه های جامد رو ما میتونیم ببینیم. با کاهش بیشتر دما جوانه های جامد بیشتر میشه و اندازه اونها بزرگتر میشه، رشد میکنن تا جایی که توی این نقطه مشخص فقط جامد داریم. در واقع توی دمای حدود 480 درجه سانتیگراد توی این قسمت ما فقط جامد داریم و این محدوده دمایی رو بهش میگن دامنی انجماد. به این خط که پایین اون ما فقط جامد داریم میگن خط سالیدوس و برای کل این آلیاژ و کل این سیستم آلیاژی خطی که در این قسمت مشاهده میشه به عنوان خط سالیدوس در نظر گرفته میشه. خطهای دیگه ای که هست بررسی اونها رو به بحث خواص فیزیکی واگذار میکنیم، اما در رابطه با انحلال در حالت جامد هست. حالا اگه بیایم این تصویر رو مورد بررسی قرار بدیم، ابتدا تصویر الف رو مورد بررسی قرار میدیم که یک قسمتی از یک دیاگرام فازی دیگه ای جدا شده و اومدن اون رو مورد بررسی قرار دادن. با توجه به این شکل وقتی که مذاب آلیاژ A یعنی مذابی که یعنی آلیاژی که با خطی نشون داده شده به آهستگی سرد بشه، انجماد اون توی نقطه TL شروع میشه و توی نقطه TS تموم میشه. نمودار سرد شدن این آلیاژ با منحنی سرد شدن فلز خالص اون همونطور که قبلا هم دیدیم خیلی متفاوته. نمودار سرد شدن این آلیاژ توی این قسمت نشون داده شده. اگر که این آلیاژ رو توی یک بوته ذوب کنیم و سپس مذاب رو توی بوته به آهستگی سرد کنیم و همچنین با استفاده از یک وسیله ای ما بیایم نمودار کاهش درجه حرارت نسبت به زمان رو رسم کنیم، مشاهده می‌کنیم که مذاب تا رسیدن به درجه حرارت TL نسبتاً سریع سرد میشه. همونطور که می‌بینید شیب این خط خیلی زیاد هست، یعنی ریت سرد شدنش خیلی بالاست. بین درجه حرارت‌های TL و TS یعنی در محدوده حالت خمیری و یا محدوده سرد شدن که انجماد توی اون شروع میشه، سرعت سرد شدن مذاب کم میشه. همونطور که می‌بینید شیب این خط نسبت به خط بالایی کمتر هستش. و زیر درجه حرارت TS که ما فقط جامد رو داریم، یعنی آلیاژ کاملا منجمد شده رو داریم، فلز مجددا میاد با سرعت بیشتری شروع به سرد شدن میکنه. اگر که ما چند تا فلز توی درجه حرارت و فشار معین رو به صورت یک نواخت توی بوتمون داشته باشیم، یک سیستم آلیاژی رو به وجود میاره. آلیاژهایی که از دو تا عنصر تشکیل شده باشن به اونها میگن سیستم دوتایی، مثل تصویری که اینجا دیدیم و ما اومدیم یک دیاگرام فازی دوتایی رو مورد بررسی قرار دادیم. اگر که از سه تا عنصر تشکیل شده باشن بهش میگن سیستم ستایی و بررسی اونها دشوارتر هستش. همچنین آلیاژی که از چهار تا عنصر تشکیل شده رو به تبع میگن سیستم چهارتایی. اما در رابطه با نمودار سرد شدن و نحوه به دست آوردن اونها باید بگم که ابزاری و روشی به اسم آنالیز حرارتی وجود داره که خودش به روش‌های مختلفی مثل DSC, DTA و موارد مشابه تقسیم میشه که یکی از کارایی‌های این ابزار و وسیله آنالیز حرارتی به دست آوردن نمودار سرد شدن یعنی منحنی درجه حرارت بر حسب زمان هست که امروزه خیلی گسترش پیدا کرده و در کارهای تحقیقاتی استفاده زیادی از اونها میشه.
حالا میایم توی بررسی آلیاژها. ما انواع شکل‌هایی که توی دیاگرام فازی برای آلیاژها ممکنه رخ بده رو مورد بررسی قرار میدیم. در واقع یک سری آلیاژها رو مورد بررسی قرار میدیم که خواص مشابهی دارن و شکل دیاگرام فازی اونها مشابه هست و دسته‌بندی‌های مختلفی برای اونها وجود داره. سری اول و دسته اول آلیاژهای محلول جامدن. دو فلزی که کاملا توی حالت مایع توی همدیگه محلول باشن رفتاری مثل آب و الکل دارن که میتونیم اونها رو توی حالت مایع مثل یک ماده واحد در نظر بگیریم. طلا و نقره از جمله آلیاژهایی هستند که چه در حالت مایع و چه در حالت جامد کاملا توی همدیگه محلولن. طلا و نقره رو میتونیم با هر درصدی توی همدیگه حل کنیم بدون اون که تغییر چندانی توی ساختمان کریستالی اونها به وجود بیاد. به جز تغییر رنگی که ظاهر این آلیاژ داره، تغییر چندان دیگه‌ای توی خواص اونها به وجود نمیاد. مس و نیکل هم داری رفتاری مثل آلیاژ طلا و نقره است. وقتی که مس و نیکل به صورت آلیاژ در بیان، محلولی که به دست میاد دارای استحکام بالاتری نسبت به هر کدوم از این عناصر مس و نیکل هست. اگر آلیاژی که شامل 50% اتم‌های مس و 50% اتم‌های نیکل باشه، اون آلیاژ دارای ساختمان واحد FCC هستش، چون که هر دو فلز مس و نیکل دارای ساختمان FCC هن. توی تصویری که در سمت چپ مشاهده می کنید، اومده نمودار تعادل سیستم نیکل مس یا در واقع همون دیاگرام فازی اونها رو نشون داده. توی این تصویر که در واقع دیاگرام فازی سیستم نیکل مس هست و درجه حرارت رو بر حسب درصد وزنی عنصر سمت راست و یا درصد اتمی اون نشون میده، اومده بحث محلول جامد یعنی آلیاژی که محلول جامد رو ایجاد کرده به خوبی نشون داده. این دیاگرام فازی به این ترتیب هستش که ما دو تا منحنی داریم که از یک طرف اون نقطه ذوب عنصر سمت چپ هست یعنی نیکل و طرف دیگه اون نقطه ذوب عنصر سمت راست یعنی مس. دو تا منحنی که اینجا می‌بینیم، یکی خط لیکویدوس هست یعنی منحنی بالاتر که در واقع بالای اون ما فقط مایع داریم و دیگری منحنی سالیدوس که این خط پایین‌تر هست و در واقع پایین اون ما فقط جامد داریم. بین این دوتا منحنی ما حالت خمیری داریم یعنی هم جامد و هم مایع رو داریم. آلیاژی با 50% وزنی مس رو در نظر گرفتن. همونطور که می‌بینید ابتدا در این قسمت ما فقط مایع داریم. وقتی که این خط اومده منحنی لیکویدوس رو قطع کرده، ما اولین جوانه‌های جامد رو داریم. اگه به این تصویر دقت کنید که اومده به صورت شماتیک ریز ساختار این نقطه رو نشون داده، ما یک سری دندریت‌های ریزی داریم که در واقع از اولین جوانه‌های جامد تشکیل شدن. پس از اون وقتی که دما پایین‌تر میاد و به منطقه خمیری وارد میشیم، توی این نقطه باز هم ریز ساختار رو به صورت شماتیک نشون داده. همونطور که می‌بینید این دندریت‌های اولیه ما درشت‌تر شدن و درصد جامد ما نسبت به حالت اولیه بیشتر شده. پس از اون و در پایین منحنی سالیدوس یعنی وقتی که فقط ما حالت جامد داریم، باز هم ریز ساختار نشون داده شده و این سه تا دندریت اولیه که از سه تا جوانه اولیه ناشی شدن، سه تا دونه رو تشکیل دادن. در واقع این دندریت و این دندریت رشد کردن و در نقاط مشخصی به همدیگه برخورد کردن و در واقع سه تا دندریت ما، سه تا دونه ما رو به وجود آوردن. بالای خط لیکویدوس توی این آلیاژ میتونه حالتی باشه که آلیاژ به هر نسبتی از مس و نیکل به صورت محلول مذابه و زیر خط سالیدوس به صورتیه که ما فقط محلول جامد داریم. در هر صورت بین خطوط مایع و جامد یعنی خطوط لیکویدوس و سالیدوس، دو فاز جامد و مایع در کنار همدیگه قرار میگیرن و این قسمت رو میگی منطقه خمیری. اگر ما یه خطی از این آلیاژ رو که شامل 70% نیکل و 30% مس هست رو ما رسم کنیم، با توجه به محور عمودی میتونیم به راحتی تشخیص بدیم که انجماد اون توی نقطه 1375 درجه سانتیگراد شروع میشه. اگر که دو تا خط افقی MN و QP رو رسم کنیم تا با خطوط لیکویدوس و سالیدوس تلاقی داشته باشن، میتونیم بفهمیم که اولین جزء جامد شده این آلیاژ که توی نقطه N نشون داده میشه، یعنی جایی که خط سالیدوس رو قطع میکنه، 80% نیکل داره.
مفهوم غنی بودن این جزء جامد شده از نیکل اونه که مذابی که باقی میمونه دارای درصدی کمتر از 70% نیکله. طبیعیه که توی جریان سرد کردن مذاب مرتبا به مقدار جامد اضافه میشه و از مقدار مذاب ما کاسته میشه. همچنین توی ادامه سرد کردن مذاب تا رسیدن به انجماد کامل ما کاهش نیکل رو به صورت همزمان هم توی جامد و هم توی مایع داریم. جامدی که توی نقطه پی هستش 70% نیکله و توی نقطه کیو آخرین مایع ای که باقی مونده رو ما داریم که در واقع 56% نیکل داره. به راحتی میتونیم ترکیب مذاب هر آلیاژی رو توی هر درجه حرارتی با توجه به خطوط مایع و ترکیب جامد از روی منحنی و دیاگرام فازی اون به دست بیاریم. برای مثال توی درجه حرارت 1350 درجه سانتیگراد، یعنی همچین درجه حرارتی، مایع ما 62% و جامد ما 74% نیکل داره. در واقع میان به این صورت بررسی میکنن که اگر این خط رو ما در نظر بگیریم، ما در این قسمت اومدیم یک آلیاژی رو با 70% نیکل و 30% مس در نظر گرفتیم. اما برای اینکه مقدار جامد و مذاب اون رو تشخیص بدیم، باید خطوط سالیدوس و لیکویدوس رو مورد بررسی قرار بدیم. جایی که خط سالیدوس رو قطع کرده، درصد جامد رو نشون میده و درصد نیکل توی جامد، و جایی که خط لیکویدوس رو قطع کرده، درصد نیکل توی مذاب رو تشکیل داده. و در این قسمت که آخرین قطرات مذاب باقی مونده، باز هم درصد نیکل توی مذاب و درصد نیکل توی جامد نشون داده شده. همونطور که میبینید توی این قسمت، یعنی توی این درجه حرارت، مقدار نیکل توی مذاب کمتر شده. مطالعه و بررسی این نمودارهای تعادلی فلزات اطلاعات خیلی زیادی رو در اختیار ما میذاره، چون که با مطالعه و بررسی این نمودارها میتونیم به ساختمان قطعه و در نتیجه مشخصات فیزیکی و مکانیکی اونها پی ببریم. همچنین یک سری اطلاعات مفید دیگه ای مثل شروع و پایان انجماد، رفتار انجماد و درجه حرارت مناسب برای ریختگری مذاب رو میتونیم به دست بیاریم. آگاهی و دونستن دامنه حرارتی انجماد آلیاژ اطلاعات مهمی رو در ارتباط با رفتار فلز توی ریختگری مثل مسائل مربوط به انقباض، حفره‌های انقباضی و گازی، ترک‌های حرارتی و بحث‌های دیگه توی قطعات و سیالیت مذاب رو در اختیار ما می‌ذاره. برای مثال در مواردی که مادون انجماد زیاد باشه، قطعات دارای دونه‌های ریزن و در نتیجه استحکام بیشتری دارن. مشخصات آلیاژی بستگی کاملی به نحوه قرار گرفتن دوتا عنصر داره. دوتا عنصر ممکنه توی حالت مایع کاملا توی همدیگه به صورت محلول باشن و یا کاملا به صورت غیر محلول در بیان، مثل آب و روغن که به صورت دوتا لایه مجزا کنار هم قرار بگیرن. عناصری که تشکیل دهنده این نوع آلیاژ ها هستن پس از جامد شدن هم به صورت کاملا مجزا کنار هم قرار میگیرن. چنین حالتی رو مخلوط مکانیکی عناصر میگن. قل و کادمیم توی حالت جامد کاملا توی همدیگه به صورت غیر محلولن، در حالی که آلیاژهای آلومینیوم و مس توی حالت جامد دارای حلالیت محدود توی همدیگه هستن، که البته نمودارهای اونها رو هم مورد بررسی قرار میدیم. نوع بعدی آلیاژها که مورد بررسی قرار میگیره آلیاژهای یوتکتیکه. فلزاتی که با هر نسبتی توی همدیگه محلول نباشن و به صورت مخلوط مکانیکی عمل کنن، به این دسته از آلیاژ ها میگن آلیاژ های یوتکتیک. ساختمان آلیاژ های این خانواده توی حالت جامد از دو تا جزء کریستالی متفاوت از نظر ترکیب شیمیایی و برخی موارد از نظر ساختمان تشکیل میشه. این دو تا جزء کریستالی به صورت مخلوط مکانیکی که از دونه های ریزی تشکیل شدن کنار همدیگه قرار میگیرن. بعضی از فلزات توی حالت جامد کاملا توی همدیگه غیر محلولن. مثال این مورد آلیاژ قل و کادمیم هست که خدمت شما عرض کردم. ساختمون این آلیاژها از کریستال‌های بسیار ریز قل خالص و کادمیم خالص تشکیل میشه. توی بسیاری از موارد آلیاژهایی پیدا میشن که توی حالت جامد قابلیت حلالیت محدودی از عنصر آلیاژی رو دارن. مثالی در این مورد آلیاژ دوتایی آلومینیوم و مس هست. توی تصویر سمت چپ اومده دیاگرام فازی آلومینیوم و مس رو نشون داده.
همونطور که میبینید ما در این قسمت و منحنی بالایی خط لیکویدوس رو داریم و خط پایینی خط سالیدوس هستش. اگه ما آلیاژی با 10% وزنی مصر رو در نظر بگیریم، یعنی خطی که در این قسمت نشون داده شده، میایم با کاهش درجه حرارت ریساختار اون رو مورد بررسی قرار میدیم. در بالای درجه حرارت 1160 درجه سانتیگراد که ما فقط حالت مایع رو داریم و ساختار مشخصی رو به ما نمیده. وقتی که این خط اومده منحنی لیکویدوس رو قطع کرده، اولین جوونه‌های جامد تشکیل شده. همونطور که می‌بینید اینجا 3 تا دندریت که از 3 تا جوونه هست رو ما می‌بینیم. با کاهش درجه حرارت وقتی که بالای خط یوتکتیک هستیم، ما جامدهای درشت شده رو داریم و مایعی که بین این جوانه‌ها و دانه‌های درشت شده وجود داره. وقتی که ما به پایین خط یوتکتیک میایم، مایعی که در اینجا داشتیم به یوتکتیک تبدیل میشه، یعنی ترکیب آلیاژ یوتکتیک رو به ما میده. در نتیجه در این قسمت که ما فقط حالت جامد رو داریم، یک سری دانه‌های مشخصی رو داریم که از جوانه‌های اولیه تشکیل شدن و بین اونها یک جامدی رو داریم که در واقع ترکیب ماده یوتکتیک ما هست که در واقع مخلوطی از کریستال‌های ریز هستش. معمولاً مخلوط‌های مکانیکی نتیجه فعل و انفعالات یوتکتیکی هستن که به عنوان مثال توی تصویری که گفتیم نشون داده شده و تصویر ریزساختاری واقعی اونها به این ترتیب هستش که اینجا ما دندریت هایی رو داریم که از 3 تا جوانه اولیه تشکیل شدن و بین اونها یک ترکیبی رو داریم که به عنوان ترکیب یوتکتیک شناخته میشن که یک ساختار و حالت جامد هست که ترکیب و آنالیز شیمیایی مشخص خودش رو داره. توی این تصویر نمودار سرد شدن یه آلیاژ فروگیوتکتیک رو که به آهستگی سرد شده نشون داده شده. همونطور که توی این شکل میبینید توی درجه حرارت یوتکتیک آلیاژ مثل یک فلز خالص عمل میکنه، به طوری که توی یک درجه حرارت ثابت از حالت مذاب به جامد تبدیل میشه. وقتی که فلزات توی شرایط ریختگری یعنی با سرعت زیاد توی قالب‌های ماسه‌ای یا فلزی جامد میشن، فرصت برای نفوذ عناصر آلیاژی توی همدیگه خیلی کمه. در نتیجه جامدهایی که از پیش تشکیل شدن توی مذاب مثل عنصر آلیاژی نسبت به قسمت‌هایی که بعداً جامد میشن غنی یا فقیرتر هستن که خود این باعث عدم یک نواختی توزیع عناصر آلیاژی توی ساختمان قطعه‌ها میشه. این عدم یک نواختی عناصر آلیاژی توی ساختمان فلز با عنوان جدایش شناخته میشه که خودش منشأ خیلی از نارسایی‌ها توی مشخصات قطعات ریختگی و ضعف‌های مکانیکی هستش. اما میتونیم با انجام عملیات حرارتی ما روی بحث جدایش کار کنیم و یک ساختمان هموژن رو به دست بیاریم. اگر که قطعات رو پس از اینکه جامد شدن مجدداً مورد حرارت قرار بدیم، فرصت کافی برای نفوذ عناصر آلیاژی به وجود میاد و میتونیم جدایش‌ها رو با این نحوه کار کاهش بدیم و یا اونها رو از بین ببریم. بعضی از فلزات میتونن با فلز دیگه توی نسبت معینی یه ترکیب شیمیایی رو تولید کنن که به این محصولات میگن ترکیب بین فلزی که در واقع یک حالت استکیومتری دارن و یک ترکیب استکیومتری رو ایجاد میکنن. مثالی که در مورد این سیستم وجود داره میتونیم سیستم آلیاژی نیکل و منیزیم رو نام ببریم. آلیاژ هایی که حاوی مقادیر زیادی از این نوع ترکیبات بین فلزی هستند از نظر صنعتی خیلی مورد توجه نیستن، چون که مقدار زیاد این ترکیبات فلزی که خود اونها هم سخت و شکننده هستن باعث کاهش استحکام و همچنین کاهش قابلیت انعطاف قطعات میشه. در هر صورت اگر که این ترکیبات به مقادیر خیلی کم توی ترکیبات فلزی و قطعات ریختگری باشن، نه تنها مشکلی به وجود نمیارن بلکه باعث افزایش استحکام این قطعات هم میشن. تصویری که در این قسمت میبینید اومده دیاگرام فازی آهن و سیلیسیوم رو نشون داده. ترکیبات فلزی توی دیاگرام فازی خودشون رو به این ترتیب، یعنی خطوط صاف و مشخصی نشون میدن. این ترکیب فلزی دارای یک حالت و ترکیب استکیومتری مشخص و ثابت هستش، اما ترکیب استکیومتری که در اینجا مشاهده میکنید و با نام اپسیلون نشون داده شده دارای یک محدوده ترکیب شیمیایی هست. ترکیب بین فلزی اتا و بتا هم انواع دیگه ترکیبات بین فلزی توی این نمودار هست. منحنی دیگه یعنی دیاگرام فازی کادمیوم و تانتالیوم
اومده ترکیبات فلزی دیگه ای رو نشون داده. همونطور که میبینید ترکیبات بین فلزی زیادی با ترکیبهای شیمیایی مشخصی در این نمودار مشاهده میشه. ما تا اینجا اومدیم نمودارهای مشخصی رو برای برخی از سیستم‌های آلیاژی دوتایی مورد بررسی قرار دادیم. در هر صورت باید بگیم که انواع دیگه سیستم‌های آلیاژی هم وجود دارن. نمودارهای تعادلی به عنوان یک ابزار خیلی مفید و سودمند همواره مورد استفاده توی صنعت و مخصوصا مورد استفاده متالورژی ها هستن. این نمودارها نوع فاز موجود برای هر درصدی از عنصر یا عنصر آلیاژی رو در هر درجه حرارتی در اختیار ما میذاره. در واقع میگه که برای این مقدار عنصر آلیاژی در فلان درجه حرارت ما چه نوع فازی رو داریم و میتونیم با توجه به اون در بحث افزایش و کاهش درجه حرارت اقدام کنیم. نمودارهای تعادلی بهترین نوع عملیات حرارتی که ما باید روی قطعه انجام بدیم تا به خواص مشخصی از اونها برسیم هم در اختیار ما قرار میده. از اونجایی که درجه حرارت‌های ذوب و انجماد آلیاژ توی نمودارهای تعادلی نشون داده شدن، بنابراین میتونیم با مراجعه به نمودارهای تعادلی آلیاژها بهترین درجه حرارت ممکن برای ریختگری قطعات رو به دست بیاریم. بررسی دامنه انجماد یه آلیاژ توی دیاگرام فازی اطلاعات خیلی مهمی رو در رابطه با نحوه جبران حفره‌های انقباضی، جلوگیری از ترک خوردگی قطعات توی مراحل سرد شدن توی قالب و همچنین میزان سیالیت مذاب در اختیار ما میذاره. اما در اینجا ما خیلی در رابطه با اونها صحبت نکردیم. بحث نمودارهای فازی و دیاگرام‌های فازی و تحلیل اونها و قوانینی که بر اونها حاکمه، خود اینها در واحد درسی خواص فیزیکی در آموزش عالی و در رشته مهندسی متالورژی مورد بررسی قرار گرفته که ذکر اونها و بررسی اونها ما رو از هدف این آموزش یعنی ریختگری دور میکنه. بنابراین بهتره که برای تسلط کامل روی دیاگرام های فازی به آموزش و مطالعه مطالب مرتبط با خواص فیزیکی بپردازیم. حالا میایم به بحث چگونگی انجماد فلز توی قطعه های ریختگی میپردازیم. مهمترین عاملی که مؤثره توی تهیه قطعات مرغوب ریختگری توجه به نحوه و چگونگی انجماد مذاب توی قالبه. تکنیک های مربوط به ذوب، انتقال مذاب و مسائل مربوط به تهیه قالب ها امروزه توی بیشتر کارگاه های خوب ریختگری اتفاق میفته و اونها استفاده میشه. در هر صورت پس از اون که محفظه قالب از مذاب پر شد، انجماد فلز شروع میشه. چگونگی انجماد فلز و انجماد مذاب از زمانهای قدیم به صورت رمز و یک پارامتر سکرت در بین ریختگران وجود داشته و با توجه به تحقیقات و کوشش‌هایی که محققین فیزیک و شیمی و متالورژیکی انجام دادن، خیلی از این اسرار برملا شده و تونستن به اونها پی ببرن. این یه واقعیتیه که امروزه خیلی از مسائل توی زمینه چگونگی انجماد فلزات وجود داره که هنوز برای پاسخگویی به اونها نیازمند مطالعه و تحقیقات بیشتریم. به هر صورت تهیه قطعه مطلوب و مرغوب ریختگی بدون دونستن از چگونگی انجماد فلز امکان پذیر نیست و بدون تردید از نظر علمی انجماد فلزات یکی از اساسی ترین مباحث ریختگریه. توی این قسمت ما میایم سعی می‌کنیم تا چگونگی انجماد فلز رو به صورت خیلی ساده خدمت شما بگیم و بدون ذکر عوامل مهمی مثل تغییرات انرژی و همچنین آوردن روابط ریاضی میایم به صورت تکنولوژیکی به بحث انجماد فلزات می‌پردازیم. ساده‌ترین روش مطالعه چگونگی انجماد مذاب توی قالب بررسی مسائل مربوط به انتقال حرارت در ارتباط با شکل قطعه ریختگی توی یک قالب ماسه‌ایه. این بررسی رو میتونیم تحت 3 تا عنوان مورد بررسی قرار بدیم. الف، قوانین اولیه انتقال حرارت. ب، متغیرهای مربوط به شکل و اندازه قطعه ریختگی. و جیم، متغیرهای مربوط به قالب و نوع فلز ریختگی. از اونجایی که مرغوبیت قطعه های ریختگی و در نتیجه میزان قطعات نامرغوب برگشتی به خاطر معایب داخلی توی قطعات مستقیما به بحث چگونگی انجماد فلز مربوط میشه، بنابراین چگونگی انجماد فلزات شدیداً مورد توجه ریختگرانه. ابتدا انقباض حجمی توی قطعه های ریختگی رو مورد بررسی قرار میدیم. یکی از رویدادهای مهمی که همواره
به هنگام انجماد مذاب انجام میشه، انقباض حجمی فلز و به همراه اون ایجاد یک سری حفره‌های انقباضی توی قطعه‌های ریختگی. اگر که ما هدفمون تهیه قطعه‌های ریختگی سالم باشه، لازمه که برای از بین بردن و یا کاهش این حفره‌های انقباضی تلاش کنیم. مذاب توی محفظه قالب به طور ناگهانی و همه جانبه جامد نمیشه، بلکه انجماد اون از قسمت‌های نازک قطعه که سریع‌تر از قسمت‌های ضخیم سرد میشه شروع میشه. سرد شدن چنین پوسته ای از مذاب با مقداری انقباض توی قطعه ریختگی همراه هستش. این انقباض از طریق مذابی که توی اطراف اون قسمت‌های نازک وجود داره جبران میشه. این پدیده تا جامد شدن کامل قطعه تکرار میشه و همیشه انقباض توی قسمت‌های نازک‌تر با استفاده از قسمت‌های ضخیم‌تر جبران میشه. توی آخرین مرحله انجماد به خاطر عدم وجود مذاب کافی برای جبران انقباض‌ها، حفره‌ای توی قطعه به وجود میاد که به اون میگن حفره انقباضی. حفره انقباضی توی ضخیم‌ترین قسمت قالب یعنی گرم‌ترین نقطه اون به وجود میاد. به راحتی میتونیم با استفاده از قرار دادن یک کانال اضافی از مذاب به اسم تغذیه اطراف این قسمت‌ها حفره انقباضی رو هم پر کنیم. از این بحث اینطوری نتیجه میشه گرفت که سردترین قسمت قطعه ریختگی قسمت‌های نازک قطعه یا پوسته خارجی قطعه است و گرم‌ترین منطقه قطعه درون بخش تغذیه قرار داره. همونطور که قبلا گفتیم فلزات و آلیاژها توی مراحل انجماد و سرد شدن توی قالب به استثنای بیسموت و بعضی از آلیاژهای چدن مثل چدن خاکستری و انواع چدن با گرافیت کروی اینها منقبض میشن. این انقباض توی 3 تا مرحله اتفاق میفته. انقباض مایع که در واقع از درجه حرارت ریختن مذاب شروع میشه و تا رسیدن به نقطه انجماد فلز ادامه پیدا میکنه. انقباض حین انجماد که از شروع تا پایان انجماد انجام میشه و انقباض جامد که از تموم شدن انجماد یعنی جامد شدن قطعه شروع میشه و تا رسیدن فلز به درجه حرارت محیط ادامه پیدا میکنه. تصویری که در این قسمت میبینید اومده مراحل انقباض رو توی یک فولاد ساده کم کربن نشون میده. این نمودار جرم مخصوص درجه حرارت بر حسب فارنهایت هست که در این قسمت انقباض مایع، این قسمت میانی انقباض حین انجماد و اینجا هم انقباض انجماد رو و جامد رو برای ما نشون داده. همچنین تصویری که در این قسمت میبینید اومده به صورت شماتیکی 3 نوع انقباضی که خدمت شما گفتم رو مشخص کرده. تصور کنید که فلز مذاب ما درون یک بالون شیشه‌ای به عنوان قالب ریخته میشه و به صورت یک نواخت سرد میشه. بعد از اینکه مذاب به درون بالون شیشه‌ای ریخته بشه، مذاب به سطح L0 یا همون سطح اولیه مذاب میرسه. انقباض فلز مذاب تا رسیدن به درجه حرارت انجماد سطح مذاب رو از L0 به L1 میرسونه. یعنی اختلاف سطح L1 و L0 نشون دهنده مقدار انقباض مذابه. انقباض حین انجماد سطح فلز رو از L1 به L2 میرسونه. یعنی از این سطح به این قسمت. رسیدن سطح مذاب از L1 به L2 به طور خیلی سریع انجام میشه و حاصل ضرب L1 در L2 نمایش مقدار انقباضی که از انجماد حاصل میشه رو نشون میده. همونطور که قبلا هم گفتیم انقباض مذاب برای فولادهای ساده کم کربن حدود 1.6% برای کاهش هر درجه سانتیگراد هستش، در حالی که انقباض حاصل از انجماد حدود 3%. انقباض مایع توی بیشتر چدنهای خاکستری حدود 2.2% برای هر 100 درجه سانتیگراده، در حالی که انقباض ضمن انجماد برای اونها بستگی به عوامل زیادی از جمله میزان گرافیت آزاد توی چدن و مقدار تغییر شکل و افزایش حجم قالب توی جریان انجماد قطعات داره. انجماد چدنها هم مثل فولادها توی 3 مرحله مایع، خمیری و جامد انجام میشه. اما این نوع آلیاژها به جای اون که توی مراحل انجماد منقبض بشن منبسط میشن. مراحل انبساط چدنها به این خاطری که در هنگام تبدیل اونها از مذاب به جامد کربن به صورت آزاد توی چدن شروع به تشکیل شدن میکنه. چون به این کربن که اصطلاحاً به اون گرافیت میگن توی حالت جامد حجم بیشتری در مقایسه با مایع داره،
بنابراین تشکیل کربن آزاد توی چدن همیشه همراه هستش با انبساط قطعه ریختگی. با توجه به این شکل میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که در انتهای مرحله انجماد، یعنی جامد شدن کامل قطعه تا رسیدن به درجه حرارت محیط، انقباض جامد باعث میشه تا قطعه از تمام جهت‌ها کوچیک بشه و از سطح L2 به سطح L3 برسه. از اون چیزی که قبلا هم گفتیم میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که منظور از به کار بردن یک کانال اضافی از مذاب که اسمش تغذیه بود، توی اکثر قطعه‌های ریختگی جبران کمبود فلز مذاب در اثر انقباض‌هایی هستش که به وجود میاد. یا به عبارت دیگه مهمترین وظیفه یک تغذیه اونه که فلز رو توی خودش تا وقتی که قطعه ریختگی کاملا جامد نشده به صورت مذاب نگه داره. در این صورت تغذیه نه تنها میتونه حفره‌های انقباضی مربوط به مرحله سرد شدن مذاب رو جبران کنه، بلکه میتونه حفره‌های انقباضی توی مرحله انجماد رو هم پر کنه. انقباض قطعه توی حالت جامد که در حقیقت بحث کوچک شدن همه جانبه قطعه ریختگی رو همراه داره، مدل ساز میتونه با بزرگتر در نظر گرفتن مدل هم جبران کنه. در هر صورت باید به این نکته مهم توجه کنیم که بحث عدم کنترل صحیح انقباض فلز توی حالت جامد میتونه معایبی رو به وجود بیاره که از جمله اونها ترک‌های حرارتی هستش و در نتیجه قطعه ریختگی معیوبی رو ما از کارمون برداشت کنیم. بحث بعدی چگونگی انجماد فلزات خالصه. وقتی که فلز مذاب در درون قالب ریخته بشه، انجماد اون به دو صورت انجام میشه. اول انجماد همه جانبه. انجماد مذاب از جداره قالب شروع میشه و پوسته جامد فلز به تدریج به طرف مرکز قطعه، مثل اون چیزی که در این قسمت مشاهده میکنید، ادامه پیدا میکنه. و بعدی انجماد جهتدار یا کنترل شده است. توی این نوع انجماد، همونطور که در این تصویر مشاهده میکنید، انجماد از دورترین قسمت قالب نسبت به راهگاهی که مذاب از اون وارد محفظه قالب میشه شروع میشه و به طرف راهگاه ادامه پیدا میکنه. توی یک قطعه ریختگی هر دو نوع انجمادی که گفتیم اتفاق میفته. توی این تصویر انجماد جهتدار با پیکانهایی نشون داده شده. توی این تصویر اومده انجماد همه جانبه که به طرف مرکز قطعه هست رو با پیکانهایی نشون داده. و این تصویر همون قطعه بالا رو نشون میده و همونطور که توسط فلش ها نشون داده شده، انجماد هم به طرف منبع ورود مذاب، یعنی به صورت انجماد جهتدار هست، و هم به طرف مرکز قطعه، یعنی انجماد همه جانبه، و هر دوتا رو با هم داریم. انجماد جهتدار توی یک قطعه ریختگی این حسن رو داره و این خاصیت رو داره که آخرین مذابی که توی قالب جامد میشه در نزدیکی راهگاهه و در نتیجه حفره های انقباضی در نزدیکی منبع ورود مذاب به وجود میاد، با استفاده از مذابی که بعداً از طریق راهگاه پایین میاد پر میشه. اگر که انجماد فلز مذاب در قالب فلزی به صورت عمودی که در تهیه بیشتر شمشا این روش مورد استفاده قرار میگیره مورد مطالعه قرار بگیره، به راحتی میتونیم بفهمیم که انجماد مذاب به صورتی هستش که توی این تصویر نشون داده شده. توی این تصویر انجماد از جدارهای قالب شروع شده و به طرف گرمترین قسمت قالب ادامه پیدا میکنه. توی قطعه جامد شده معمولاً دو تا حفره انقباضی به وجود میاد. اول حفره انقباضی بزرگ در قسمت بالایی قطعه و دومی حفره های ریزی که در مرکز قطعه به وجود میان. واضحه که هر دو تا حفره‌ای که گفتیم، هر دو تا حفره انقباضی نتیجه انقباضی هستش که از انجماد قطعه به وجود میاد. اگر که مذاب بتونه از قسمت بالای قطعه به طرف قسمت پایین قطعه جریان پیدا کنه، حفره‌های نوع مرکزی از مذاب پر میشه و عملاً از بین میرن. در حالی که عدم دقت توی طراحی قطعه ها باعث میشه تا کریستال‌های جامد در حال تشکیل به گونه‌ای توی مذاب پیشرفت کنن که همراه با رسیدن اونها به مرکز قطعه مانع از رسیدن مذاب از قسمت‌های بالای قطعه به قسمت‌های مرکزی بشن. یعنی مذابی که توی قسمت مرکزی قطعه داره بدون مذابی که در قسمت‌های بالایی و نقش تغذیه رو دارن منجمد میشه و بحث انقباض توی اون باقی میمونه.
بحث بعدی بحث مهم سرعت انجماد توی قطعه‌های ریختگریه. از جهت‌های خیلی زیادی دونستن سرعت انجماد مذاب برای ریختگران اهمیت زیادی داره که مهمترین اون جنبه اقتصادی موضوعه. هرچی که مذاب توی قالب سریع‌تر جامد بشه میتونیم توی زمان معینی به تولید بیشتری از قطعه‌های ریختگی دست پیدا کنیم. سرعت زیاد باعث ریز شدن دونه‌ها توی قطعه ریختگری میشه و در نتیجه استحکام اون رو افزایش میده. در هر صورت در مواردی که قطعات ریختگی توی دمای بالا مورد استفاده قرار میگیرن، دونه‌های درشت‌تر برای ما ارجحیت دارن و در نتیجه سرعت انجماد باید کم باشه. همچنین افزایش سرعت انجماد مذاب به همراه انجماد جهتدار باعث حذف حفره‌های انقباضی توی قطعه‌های ریختگری میشه و از طرف دیگه به هموژن کردن ساختمان قطعه ریختگی کمک زیادی میکنه. اما در مورد قطعه‌های ریختگی که به سیکل عملیات حرارتی نیاز دارن، سرد کردن سریع مذاب باعث کوتاه کردن سیکل عملیات حرارتیشون میشه. برای مثال توی یک قالب سرعت سرد شدن مذاب بستگی به انتقال حرارت قالب داره. یعنی جداره قالب با چه سرعتی بتونه حرارت مذاب رو جذب و به خارج انتقال بده. برای بررسی بیشتر اومدن یک نموداری رو به این ترتیب در نظر گرفتن که در واقع شکل ساده ای از یک قالب ماسه‌ای هستش و اومده شیب حرارتی توی قالب، جامد و فصل مشترکی جامد و مایع رو نشون داده. اگر که قالب توی درجه حرارت محیط قرار داشته باشه و سطح تماس اون با مذاب به صورت مسطح باشه، یه ذره بعد از این که مذاب با جداره قالب تماس پیدا کرد، یه پوسته ای از مذاب به طوری که توی این تصویر می‌بینید جامد میشه. با خروج مداوم حرارت مذاب با استفاده از پوسته اولیه جامد و همچنین جداره قالب، قشر جامد شده با گذشت زمان ضخیم‌تر میشه. درجه حرارت فصل مشترک بین مایع و جامد برابر درجه حرارت انجماد فلز و حرارت مذاب باید از این فصل مشترک بگذره و به طرف جداره قالب جریان پیدا کنه. اگر که انجماد مذاب روی یک سطح بزرگ مسطح از قالب انجام بشه، میتونیم این چنین در نظر بگیریم که انتقال حرارت عمود بر سطح قالب انجام میشه. توی چنین حالتی ضخامت مذاب جامد شده یعنی دی با جذر زمان یعنی تی کوچیک نسبت مستقیم داره و رابطه به این ترتیب هستش که دی برابر کیو رادیکال تی، که دی در واقع ضخامت لایه منجمد شده بر حسب میلیمتر هست، تی زمان از شروع انجماد بر حسب دقیقه و کیو هم ثابت انجماد بر حسب میلیمتر بر دقیقه به توان 1/2. توی تصویری که در این قسمت می‌بینید، اومده در تصویر الف رابطه شماتیکی بین دی و رادیکالتی رو نشون داده و همونطور که می‌بینید با توجه به شیمی به این قد، این دوتا پارامتر با همدیگه رابطه مستقیمی دارن. همچنین اومده برای مواد مختلف و قالب‌های مختلف از جمله قالب ماسه‌ای، قالب مسی، چدنی و قالب تبرید شده رابطه دی بر حسب زمان رو نشون داده. همونطور که می‌بینید برای قالب ماسه‌ای این شیب خیلی کم هست، یعنی با گذشت یک زمان مشخص قشر جامد ما یعنی ضخامت لایه منجمد شده ما کمتر هست نسبت به حالت‌های دیگه. قالب چدنی سرعت سرد شدن دیگه‌ای رو داره که نسبت به قالب ماسه‌ای بیشتر هست. سرعت سرد شدن قالب مسی از شدنی بیشتر و قالب تبرید شده یعنی قالب‌های آبگرد که سرعت سرد کردن بیشتری رو دارن در این قسمت نشون داده شده و شیب بیشتری رو نسبت به قالب مسی داره. اگه که چند تا قطعه ریختگی با شکل و اندازه مختلف رو توی قالب با یک جنس و فلز مشابه ریخته بشه، زمان لازم برای انجماد کامل مذاب بستگی به مجذور نسبت حجم به سطح اونها داره. این رابطه توسط چورنیوف به دست اومده و به قانون یا قاعده چورنیوف معروف است و به این ترتیب بیان میشه که زمان انجماد مذاب برابر میشه با یک ثابتی یعنی کا ضرب در حجم قطعه به سطح قطعه به توان 2. بر مبنای این رابطه یک مکعب فولادی به طول 5 سانتی متر برای منجمد شدن نیاز به 1/4 زمان لازم برای مکعب فولادی به طول 10 سانتی متر داره. این رابطه اگرچه از دقت خیلی زیادی برخوردار نیستش،
در هر صورت از نظر اصول ریختگری و مهندسی از اهمیت زیادی برخورداره. اگرچه رابطه چورنیوف تقریبی هستش و تأثیر گوشه ها توی قالب و بعضی از عوامل مهم دیگر رو در نظر نگرفته، اما به هر حال این رابطه یک الگویی هستش که میتونیم در مورد ریختگری و بحث سرعت از اون استفاده کنیم. ریختگرها میتونن اقدام کنن و ثابت کار رو برای قطعه های ریختگی که خودشون تولید میکنن به دست بیارن و روابط دقیق تری رو بر اساس معیارهای تجربی به دست بیارن. همونطور که قبلا هم گفته شد، از طریق رابطه دی برابر کا رادیکال تی سی میتونیم ضخامت قشر جامد منجمد شده رو توی هر لحظه به دست بیاریم که توی اون کا و سی دو تا عدد ثابت هستن. اما یه روابط خیلی ساده‌ای وجود داره که میتونیم با استفاده از اونها کا و سی رو به دست بیاریم و بعد از قرار دادن اونها توی رابطه چورنیوف یک رابطه تجربی مفیدتری رو به دست بیاریم. واضحه که اگر این رابطه رو در دست داشته باشیم میتونیم توی کارگاه برای بحث سرعت سرد شدن مذاب توی قالب از اون استفاده کنیم و یک سری محاسبات ساده رو انجام بدیم و به پارامتر دلخواهمون برسیم. اگر که فلز و آلیاژی که مورد مطالعه قرار میدیم به صورت مذاب و توی درجه حرارت معین به داخل تعداد زیادی قالب آزمایش مشابه و توی فواصل زمانی مختلف موجود توی اونها خالی بشه، یه همچین شکلی به دست میاد که واضحه که از طریق اندازه‌گیری ضخامت لایه جامد شده توی هر زمان و قرار دادن مقادیر لازم توی رابطه دی برابر کا رادیکال تی سی میتونیم ضرایب کا و سی رو به دست بیاریم و از اون برای ریختگری قطعات استفاده کنیم. همونطور که قبلا هم گفتیم، مذاب به محض اینکه با جداره قالب تماس پیدا میکنه این جامد میشه و این قشر جامد شده توی اکثر فلزات به صورت شاخه‌ای و برگ‌های درخت کاجا دندریت درون مذاب قرار میگیره و سپس روش میکنه. روش دندریتی به صورت پی در پی روی لایه‌های جامدی که از پیش وجود داشتن ادامه پیدا میکنه. در مراحلی که انجماد مذاب توی قطعه ریختگی جریان داره، سه تا منطقه متمایز توی قطعه وجود داره که اونها عبارتند از منطقه جامد که در مجاورت جداری قالب قرار داره، منطقه خمیری که از مذاب و کریسال‌های جامد و دندی تشکیل شده و در مجاورت منطقه جامد قرار داره، و سومی هم منطقه مذاب که پس از منطقه خمیری قرار داره. ماهیت منطقه خمیری از نظر وسعت و شکل تأثیر خیلی زیادی توی مرغوبیت قطعه ریختگی داره. توی شکلی که در این قسمت مشاهده می کنید، نحوه انجماد یک قطعه ساده ریختگری رو نشون داده. جهت پر کردن و جبران حفره های انقباضی توی این قطعه از تغذیه یا کانال اضافی از مذاب استفاده شده. از اونجایی که توی گوشه های خارجی قالب ماسه‌ای قابلیت انتقال و خارج کردن حرارت قالب بیشتر از گوشه های داخلی و دیگر قسمت های قالب هستش، مذاب توی مجاورت این قسمت سریع‌تر سرد میشه و در نتیجه جامد بیشتری تشکیل میشه. برعکس توی گوشه های داخلی میزان انتقال حرارت کمتر بوده و در نتیجه مذاب هم با سرعت کمتری جامد میشه. و توی این تصویر که به صورت شماتیکی رشد مذاب روی جداره قالب رو نشون میده، تغذیه در این قسمت قرار داره و اینجا هم قالب ما هست، سرعت کم در این بخش ها، سرعت متوسط در این قسمت و در این انتها و ریشه مذاب ما سرعت انجماد بالایی رو داریم که در واقع انجماد جهتداری رو برای ما ایجاد میکنه. همونطور که توی این شکل میبینید، جبهه انجماد به صورت دندانه دندانه و به شکل امواجی به طرف مرکز قطعه که فلز مذاب توی اون قرار داره در حال پیشروی هستش. واضحه که توی مرحله‌ای که سر دندونه‌ها از دو طرف رشد می‌کنن، توی مرکز قطعه به همدیگه می‌رسن و دیگه ادامه رشد و حرکت اونها امکان پذیر نیستش. همیشه در بین دندریت‌ها یا این دندونه‌ها آخرین مذابی که باقی مونده توی قطعه قرار داره. آخرین مذاب باقی مونده توی قطعه قرار داره که توی مراحل انتهایی انجماد به جامد تبدیل میشه. توی تصویری که در این قسمت میبینید، این بحث به صورت شماتیکی و با وضوح نشون داده شده. همونطور که میبینید در ابتدا و مرحله اولیه انجماد از جداره های قالب شروع شده و به صورت یک پوسته جامد داریم. پس از اون این انجماد رشد پیدا میکنه و
قسمت‌های جامد به جلو میان تا اینجایی که دندریت‌ها در مرکز قطعه به همدیگه میرسن و در انتها اینجا بخش عظیمی از جامد رو داریم که در وسط این دوتا قسمت مذاب باقی مونده رو توی مرکز قطعه داریم. واضحه که سرعت منجمد شدن مذاب بستگی به قابلیت هدایت حرارتی و ظرفیت حرارتی فلز و به ویژه قالب داره. قالب‌های فلزی و گرافیتی به مراتب مذاب رو سریع‌تر از قالب‌های ماسه‌ای سرد می‌کنن و در نتیجه قطعات ریختگی توی قالب‌های فلزی در مقایسه با قالب‌های ماسه‌ای سریع‌تر رشد می‌کنن. توی قطعه‌هایی که انجماد مذاب از دورترین قسمت‌های قالب به سمت تغذیه شروع میشه و انجماد آخرین قسمت مذاب توی تغذیه انجام بشه، چنین انجمادی انجماد جهت‌دار یا کنترل شده اسم داره و همونطور که قبلا هم گفته شد، ایده‌آل‌ترین نوع انجماد توی قطعه‌های ریختگریه. واضح هستش که تحت چنین شرایطی حفره‌های انقباضی توی تغذیه به وجود میان و قطعه تا مقدار خیلی زیادی بدون حفره‌های انقباضی هستش. از طرف دیگه گازها و ناخالصی‌های موجود توی مذاب با استفاده از جبهه انجماد به طرف مذاب موجود توی تغذیه هدایت میشه و قطعه ریختگی با مرغوبیت زیادی به دست میاد. آلیاژی که دارای فاصله محدود لیکویدوس و سالیدوس یعنی دامنه انجماد کم هستش، دارای منطقه خمیری کوتاهی در جلوی جبهه انجماده. شیب حرارتی توی قالب هم تأثیر مشابهی روی عرض منطقه خمیری داره. یعنی هرچی که شیب حرارتی قالب تندتر بشه، عرض منطقه خمیری هم کم میشه. بدیهیه که با استفاده از قرار دادن قطعه یا قطعات فلزی به خصوص مس، آلومینیوم و چدن و یا گرافیت در دورترین قسمت‌های قالب به طرف تغذیه میتونیم انجماد فلز رو تحت شیب حرارتی تندی انجام بدیم. باید به این نکته مهم توجه کنیم که انجماد قطعات ریختگی تحت شیب حرارتی تند دارای مزایای زیادی بوده که مهمترین اونها مرغوبیت قطعه ریختگریه. بحث بعدی چگونگی انجماد فلز توی گوشه هاست. از اونجایی که نحوه انجماد مذاب روی سطوح صاف قالبی با گوشه ها تفاوت داره، بنابراین نحوه انجماد مذاب دو نوع اتصال تیو و الشکل رو مورد بررسی قرار میده. انجماد مذاب معمولاً در محل‌های اتصال قسمت‌های مختلف قطعه آهسته‌تر از قسمت‌های صاف قطعه انجام میشه. روش ساده‌ای که برای تعیین قسمت‌های از قطعه که ضخیم‌تر از قسمت‌های دیگر قطعه هستند، رسم یک دایره‌های محیطی توی ضخامت‌های مختلف قطعه همونطوری هستش که توی تصویری که در این قسمت مشاهده می‌کنید نشون داده شده. واضحه که آخرین مذاب باقی مانده توی چنین نقاطی‌اند و در نتیجه حفره‌های انقباضی هم توی این محل‌های تمرکز حرارتی به وجود میان. توی قسمت L-شکل یعنی این قطعه، ضخیم‌ترین قسمت محل تماس قسمت‌های افقی و عمودی قطعه است، یعنی این بخش. به همین خاطر توی چنین قطعه‌هایی امکان وجود حفره انقباضی توی این قسمت‌ها بیشتره. همین موضوع در مورد محل برخورد قسمت‌های مختلف سگانه توی اتصال T-شکل یعنی این قسمت وجود داره. نحوه گسترش و اندابه انجماد یک قطعه L-شکل توسط خطوط ایزوترم یعنی خطوط همدما توی این تصویر نشون داده شده. همونطور که می‌بینید توی این قسمت گرم‌ترین نقطه هست، این منطقه یعنی سطح قطعه منطقه داغ هست و اینجا هم منطقه سرد هست و این قسمت همونطور که در اینجا نشون دادیم بیشترین ضخامت رو داره و بیشترین گرادیان حرارتی در این قسمت وجود داره. واضحه که حفره انقباضی توی منطقه تمرکز حرارتی که اونجا نشون داده شده توی دایره‌های محیطی توی قسمت ضخیم قطعه به وجود میاد. اگرچه با استفاده از قوس دادن گوشه‌ها برای مثال توی شکل‌های L و V شکل یعنی این تصاویر میتونیم از ایجاد مناطق تمرکز حرارتی جلوگیری کنیم، با این حال اگر که قوس‌هایی که داده شده به درستی انتخاب نشن، باز هم منطقه تمرکز حرارتی توی محل اتصال باقی میمونه. نمونه از این مورد رو توی این تصویر میبینید که با زیاد کردن قوس گوشه‌ها محل‌های تمرکز حرارتی به طور مناسبی کاهش پیدا کرده. توی قطعه‌هایی که اشکالی به این ترتیب دارن مثل این تصویر، مرکز قطعه محل تمرکز حرارتیه و احتمال به وجود آمدن حفره‌های انقباضی توی این شکل‌ها بیشتر از شکل‌های V-شکل و L-شکل هستش.
یه روش ساده برای جلوگیری از تمرکز حرارتی توی مرکز قطعات این شکلی استفاده از ماهیچه‌های توخالیه. همونطور که می‌بینید در این قسمت ایجاد محلی شده برای ماهیچه‌ها و این باعث میشه که بتونه باعث سرد شدن سریع مذاب توی این قسمت بشه. روش دیگه تغییر شکل به شکل مشابه تی هست، همونطور که در این قسمت می‌بینید. چگونگی انجماد توی آلیاژها. وقتی که یه فلز خالصی توی قالب جامد میشه، جبهه انجماد و یا فصل مشترک پوسته جامد و مذاب اغلب به صورت تقریبا مسطحی توی مذاب پیشروی میکنه. وقتی که مذاب حاوی مقادیر عناصر آلیاژی باشه، این عنصر از طرف پوسته جامد شده توی فصل مشترک جامد و مایع به طرف مذاب هدایت میشه. وجود این عناصر آلیاژی توی جبهه انجماد باعث کاهش نقطه ذوب فلز خالص توی این منطقه میشه و مکانیزم انجماد رو تغییر میده. تحت این شرایط جبهه انجماد به صورت دندریتی به طرف مذاب پیشرفت میکنه و در نتیجه کریستال های دندریتی که دارای شاخ و برگ های متعددی هستند در داخل مذاب به رشد خودشون ادامه میدن. توی فلزات تقریبا خالص سنتی طول دندریت های پیشرفته در مذاب کوتاه هستش و با افزایش درصد عناصر آلیاژی این طول هم افزایش پیدا میکنه. مراحل اولیه انجماد اگر که قالب به اندازه کافی سرد شده باشه با تشکیل سریع پوسته از فلز جامد همراهه. این پوسته که دارای ساختمانی با کریستال‌های خیلی ریز هست اصطلاحاً به اونها میگن دانه‌های تبرید شده و یا سریع سرد شده. بعد از تشکیل این لایه یک کریستال‌های دندریتی درشتری از روی این لایه به طرف مرکز حرارتی قطعه شروع به رشد کردن میکنن. معمولاً این نوع کریستال‌ها به طرف منطقه تمرکز حرارتی قطعه با سرعت بیشتری رشد میکنن و تشکیل دونه های ستونی رو میدن. همیشه جهت رشد کریستال های ستونی در جهت شیب حرارتی موجود توی قالبه و یا به عبارت دیگه مشخص کننده این نکته هستش که انجماد قطعه در چه جهتی انجام گرفته. در ادامه رشد کریستال های ستونی به یه مرحله میرسیم که شیب حرارتی به شدت کاهش پیدا میکنه و شرایط حرارتی به گونه ای که جوانه‌های موجود توی اون منطقه میتونن در تمام جهت‌ها رشد کنن و باعث پیدایش دونه‌ها یا کریستال‌های هم‌محور بشن. توی تصویری که در این قسمت مشاهده می‌کنید اومده دونه‌های تبرید شده، دونه‌های ستونی و دونه‌های هم‌محور رو نشون داده. اینجا این سوال مهم ممکنه مطرح بشه که برای قطعه‌های ریختگی چه نوع ساختمانی مناسب‌تر هستش؟ اینجا باید به این نکته اشاره کنیم به صورت کوتاه و مختصر، اینکه هر ساختمانی داره یک سری مصارف خاص خودش هست و با توجه به شرایط مصرف قطعه ساختمان مخصوصی رو مورد نیاز داریم. توی تصویری که در این قسمت مشاهده می‌کنید و اومده نمونه دونه‌ها توی فلزهای ریختگی رو نشون داده، در تصویر الف دونه‌های تبرید شده به خاطر ریز بودن کریستال‌های تشکیل دهنده اون از سختی و مقاومت در برابر سایش بیشتری برخوردارن. برابر این توی قطعه‌هایی که ما نیاز به چنین خصوصیتی داریم، وجود این نوع ساختمان توی سطوح قطعه‌های ریختگی مزیت داره. تفاوت مقاومت قطعه ریخته شده آلومینیومی یا آلیاژ‌هایی که حاوی روی هستند توی قالب‌های فلزی به خصوص توی روش‌های ریختگری تحت فشار در مقایسه با قطعه‌های ریختگی توی قالب‌های ماسه‌ای اونه که قطعه‌های نوع اول به خاطر سرعت سرد شدن زیاد توی قالب فلزی دارای سطوح با سختی زیادی هن. طبیعیه که دستگیری درب اتومبیل که همیشه تحت تماس با دست هستش در معرض سایش بیشتری قرار داره و اگر که قالب‌های فلزی برای اونها استفاده بشه بهتر هست. قطعه ریختگی که با ساختمان کریستالی ستونی در تصویر ب نشون داده شده معمولاً دارای حفره‌های گازی و ناخالصی‌های کمتری در مقایسه با قطعه‌های ریختگی با ساختمان دونه‌های هم‌محوره. ولی از اونجایی که استحکام کریستال‌های ستونی در جهت رشد و عمود بر جهت رشد اونها متفاوته و این نکته هستش که در جهت رشد دارای مشخصات مکانیکی بهترین، بنابراین نباید جز در مواردی که نیرو به قطعات در جهت رشد دونه‌های کریستالی و ستونی اعمال میشه مفید باشن. مثالی که در این مورد به کار برده میشه پره‌های توربینه که نوع مرغوب اونها دارای ساختمانی با کریستال‌های ستونی هن.
همچنین در مورد فلزات و آلیاژهای مغناطیسی، قطعات با ساختمان ستونی بیشتر مورد قبول و استفاده هستش. اما قطعه‌های ریختگی با دونه‌های هم‌محور که در تصویر جیم نشون داده شده، از اون جهت بیشتر قابل قبول هستش که از نظر مشخصات مکانیکی در همه جهت‌ها خواص یکسانی دارن و طراح و انتخاب کننده نوع انجماد برای رسیدن به خواص ایزوتروپیک از این قطعات استفاده کنه. به همین خاطر یک سری پارامترهای مختلف توی ریختگری وجود داره که تولید قطعه‌های با ساختمان هم‌محور رو تضمین می‌کنه، که مهمترین اونها استفاده از مواد جوانزا توی ریختگری هستش که اونها باعث میشه ما تعداد دونه‌های بیشتری و در نتیجه ساختمان هم‌محوری داشته باشیم. از جمله اون جوانزاها میتونیم به اضافه کردن تیتانیوم و بر به آلومینیوم، کربن به منیزیم مذاب و سیلیسیوم به چدن مذاب و همچنین تیتانیوم به فولاد مذاب اشاره کنیم. همونطور که قبلا هم گفته شد، یکی از عوامل مهمی که توی مرغوبیت قطعه‌های ریختگی موثره، عرض منطقه خمیری به هنگام انجماده. قطعه ریختگی از جنس آلیاژهایی که دارای دامنه انجماد زیاد هستند، نسبت به آلیاژهای با دامنه انجماد کوتاه‌تر، دارای معایب انقباضی و گازی بیشتریه. علت این موضوع اینه که انجماد با منطقه خمیری گسترده امکان گیر کردن و به تله افتادن گازها و ناخالصی‌های مضر رو بین شاخه‌های دندریتی بیشتر می‌کنه. علاوه بر اون، مذاب برای پر کردن حفره‌های انقباضی ایجاد شده توی پوسته جامد با موانع بیشتر، یعنی شاخه‌های فرعی دندریتی روبرو هستش. همونطور که در این تصویر می‌بینید، مشاهده میشه که مهمترین عوامل مؤثر در عرض منطقه خمیری دامنه انجماد و شیب حرارتی توی جبهه انجماده. برای این نمودار که رابطه بین نمودار تعادلی آهن کربن برای فولاد با 0.3% کربن را نشون داده، همونطور که می‌بینید اومده این آلیاژ رو در نظر گرفته و دمای خط لیکویدوس و سالیدوس اون رو جدا کرده. این ناحیه منطقه خمیری هست و در منحنی سرد شدن و یا گرم شدن به این ترتیب هستش. ما ابتدا قطعه جامد رو داریم، با حرارت دادن به اون افزایش حرارت باعث میشه که به نقطه شروع ذوب شدن برسیم. توی منطقه خمیری کل جامد به مذاب تبدیل میشه و در این قسمت هم دمای یکسانی رو داریم. اگه در حالت قالب و درون قالب اون رو در نظر بگیریم، در این قسمت که جداره قالب هست کاری با اون نداریم. در این بخش ما جامد رو داریم، در این قسمت منطقه دندریتی رو داریم و پس از اون فقط مذاب رو داریم. توی این قسمت بحث انجماد فلزات به طور مختصر خدمت شما بیان شد و خدمت شما عرض شد. توی بخش بعدی به بحث مهم اصول تغذیه گذاری توی ریختگری می‌پردازیم که در بحث انجماد به اون اشارات کوتاهی کردیم.